الحمد لله واحد الأحد، الفرد السمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على من سمي في السماء بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه وعشيرته إلى الأبد. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خاتبكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض او فساد عريز. الله سبحانه وتعالى به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید سپاسگزارم و الله سبحانه و تعالی توفیق مزید را به خاطر تطبیق نظامش در زندگی اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و و در همه بخش‌های زندگی خود از الله سبحانه و تعالی این توفیق را طلب داریم که به من و شما این توفیق را نصیب بکنه تا در همه مراحل زندگی خود اسلام را تطبیق بکنیم تطبیق اسلام یعنی رفتن به طرف عزت و سربلندی تطبیق اسلام یعنی رفتن به طرف شکوه جلال و عظمت تطبیق اسلام یعنی رفتن به طرف رضایت الله تطبیق اسلام یعنی رفتن به طرف بهشت خلاصه تطبیق اسلام رفتن به طرف عزت و سربلندی دنیا و آخرت اما یکی در جامعه من و شما یک اصطلاح هست اگر الله توفیق داد ما قصد دارم امی اصطلاح را کمی واضح بکنم تشریح بکنم اصطلاحی که در بین مردم ما و شما هست ای است مردم چی میگه مردم چی میگد اگر هر انسان مسلمانی بیاید اول خودش معرفی بکنه که مکی هستم خودت برای خودت معرفی بکن موقف و جایگاه خودت معرفی بکن خودت بشناس چرا شناختن خود مقدمه برای الله شناسی است هر کسی که خودش شناخت الله را و خالقش را هم میشناسد من عرف نفسه فقد عرف ربه هر که خودش شناخت خالقش را میشناسد حالا هر انسان مسلمان باید شناخت دقیق و درست از خودش داشته باشه و شناخت دقیق و درست از خودش چی است که یک کسی میگد من بنده الله هستم اول من بنده الله هستم من مسلمان هستم من پابند به کلمه توحید هستم لا اله الا الله برنامه زندگی ما هست زمانی که یک انسان مسلمان کلمه لا اله الا الله را میخوانه به زبان اقرار میکنه قلبش تصدیق میکند عملش او را نشان میدهد ای را برادر مسلمان متوجه باش ایمان یک مسئله درونی هست ایمان انسان محل اساسی و اصلی ایمان قلب است اما برادر مسلمانم خواهر مسلمان میره متوجه باش عمل تو ایمان تو را نشان میدد رفتار تو برخورد تو حرکات تو لباس پوشیدن تو داشته های درون موبایل تو سلمانی رفتن تو عروسی تو ازاداری تو اقتصادی تو سیاست تو دکانداری تو نجاری تو آهنگری تو ایمان تو را منعکس میکند هر انسان مسلمان بادیرا متوجه باشد الله سبحانه وتعالی در روز قیامت بر اساس ایمانی که منو تو داریم با ما فیصله می کند و معامله میکند امام حسن البسیر رح... رحمه الله می فرماید لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ایمان صرف به ادعا نیست که یک کسی ادعا بکند اگر من مسلمانی خوبی نباشم پس مسلمانی خوبی کی است ایمان صرف به ظاهر آرایی و به ظاهر آراستن و ظاهر را مرتب کردن نیست ولیکن الایمان ولی ایمان چی میگم میگه ما وقره فی القلب و صدقه العمل ایمان اون چیزی است که در قلب تو جای میگیرد و عمل تو او را منعکس میکند عمل تو ایمان تو را نشان میدهد. امروز چرا مردم در این مصیبت گرفتار شدند؟ چرا متوجه نیستند چرا الله را فراموش کردند چرا خالق را فراموش کردند چرا از ایستاد شدن در پیشگاه الله غافل هستند چرا قبر و قیامت را فراموش کردند چرا دنبال این هستند که مردم چی میگد تو مسلمانی تو بنده الله هستی تو قبر داری تو قیامت داری تو پیش الله رفتنی هستی تو که خودت مسلمان میگی تو بایدی را سوال بکنی الله چی میگد الله چی را میپسندد نویسنده کتاب را نوشته می کند میگه زمانی که ما تولد می شدم زمانی که ما تولد می شدم می مردم خانواده ما تصمیم گرفتن که مادر مرا به خاطر تولد ما در فلان شفاخانه شخصی که از نظر موقعیت اجتماعی و جغرافیایی در بین مردم مشهور است میگه مادرم ما در اونجا انتقال دادن در حالی که میگه وضعیت اقتصاد پدرم از نظر مادیات خیلی ضعیف بود میگه گفتیم چرا در اونجا میگه گفتن که مردم چی میگد پدرم میگه خود قرضدار کرد به ای که مردم چی میگد میگه مادرم را برد در اون شفاخانه و ما تولد شدم وقتی که من تولد شدم یک مدت زمانی وقتی که میگه سپری شد آلا اصطلاح مردمی که در بین مردم مردم چی میگه گفتن آلا طفلی که در خانه تو تولد شده باید برای شب شش برنامه ریزی بکنی و شب شش برایش بگیری در حالی که سنت پیامبر ما الله علیه و سلم حقیقه هست زمانی که طفل تولد میشه تحنیک است تحنیک مردم نمیفهمد چی است بعد از اینکه طفل یک میگذره یا 14 روز یا یک روز باز برای شقیقه هست برای فرزند پسر دو گسفن و برای دختر یک گسفن این حقیقه هست و این سنت پیامبر الله علیه و سلم است اما میگه مردم گفتن که اگر ما دنبال حقیقه بریم باز مردم چی میگه میگه در خانه ما شب شش برگزار شد یعنی نافرمانی الله با ساز و موسیقی و مبتذلات یک مدت زمان دیگه تیر شد بعد میگه مردم مجلس دیگه را گرفتن مجلس نامگذاری و مجلس فلان و مجلس های متعدد گفتن چرا گفتن مردم چی میگد بعد از اینکه میگه ما می زمانی که به سر تحصیل آمدم که باید برم تعلیم و تحصیل شروع بکنم سنم به پیسالگی و شش سالگی رسید میگه گفتن کی را در فلان مکتب خصوصی ببرین که در اونجا درس بخونه چرا مردم چی میگد با وجودی که میگه نظر اقتصادی ما خیلی ضعیب بودیم میگه بالاخره ما رو در مکتب خصوصی بردن و در اونجا تحصیل کردم و تای که دوازه را خلاص کردم از سن که دوازه فارغ شدم میگه من به زبان ادبیات عربی خیلی علاقه داشتم که عربی را درست یاد بگیرم میگه به من گفتن که نه تو باید طب یا انجینری بخونی چرا مردم چی میگه برخلاف میل خود میگه من رفتم در پنتون طب خواندم و به میگه وقتی که میگه من طب را خواندم بعد از اینکه از طب فارغ شدم به ما گفتند که تو باید در شهر در فلان شفاخانه مشهور کار بگیری میگه ما من گفتم منطقه ما اطراف است و ما در اونجا دکتر نداریم به خاطر خدمت به مردم به خاطری که همسایه های ما مردم های ما براشون خدمتی کرده باشم ما در اطراف میرم گفتن نه اگر تو در اطراف رفتی مردم میگه دکتر خوبی نبودت مردم چی میگه بعدن میگه تصمیم گرفته شد که من باید ازدواج بکنم با ما گفتن که ما فلان دختر را میگیرم از فلان جای هست با خاطر چی به خاطر که میگه مردم چی میگد؟ با فلان دختر تو باید ازدواج بکنیم مد از زمان تیر شد ازدواج شد و بعد محفل عروسی ما میگه برگزار شد میگه من میخواستم محفل عروسی را عروسی را مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مطابق دستور دین بگیرم میگه گفتن که نه مردم چی میگد؟ بالاخره از زندگی ما میگه به این مرحله رسید و میگه آنی که من کتاب را در حالت نوشته کردن هستم ما بعد از فوت کردم در, در مرده های ما در عروسی ما در اقتصاد ما در سیاست ما در کل نظام های زندگی ما ای بود که مردم چی میگد ما بگر بر اساس خواسته های مردم زندگی کردم بر اساس خواسته های مردم درس خواندم بر اساس خواسته های مردم عروسی کردم بر اساس خواسته های مردم رفتم در فلان جا وظیفه گرفتم و آله میگم مرده هم در مردن ما هم گفتن مردم چی میگد باید مرده ها را چی قسم دفن بکنیم طریقه پیمبر صلی الله علیه و سلم و سنت پیمبر صلی الله علیه و سلم میگه در زندگی ما نبود آلی که میگه در اینجا فوت کردیم و در این قبر مرا آوردن و ما زندگی خود به خاطر مردم تبا کردم وقتی که ملک الموت آمد و مرا قبر رو کرد و مرا اینجا آوردن در قبر دفن کردن در اونجا ما پرسان میکنه که من رب و پروردگارت کیست اونمون مردمایی که ما به خاطرش تحصیل خود بر خلاف میل خودم مطابق میل مردم عیار کردم زندگی خودم مطابق میل مردم عیار کردم اقتصاد خود سیاست خود درس خود عروسی خود ازاداری خود را و کل محفل خود را میگه مطابق میل مردم برگزار کردم که مردم چی میگد عالی میگه در قبر اونمون مردم ها هیچ کدامش میگه به درد من نخورد و ما و تنها در قبر هستم به خاطر مردم خود تباه کردم به خاطر مردم خود مستحق عذاب کردم به خاطر مردم خود مستحق عذاب قبر کردم به خاطر مردم الله از خود ناراض کردم به خاطر مردم پیامبر از من ناراض شد به خاطر مردم عذاب جهنم در انتظارم هست چرا چون که مردم چی میگد ولی مسلمان من تو انوز فرصت داریم که این را سوال بکنیم الله چی میگد الله چی میپسندد دستور الله چی هست ما خب مسلمان هستم اگر من لباسی رو میپوشم در خیاطی میرم به خیاط میگم قسمی برای من لباس بودوز من مسلمان هستم اگر در سلمانی میرم پیش سلمان که موهای مرا جور بکند و اصلاح بکند به سلمان میگم موهای مرا به قسمی جور بکو من مسلمان هستم اگر عروسی خود را میگیرم به مردم خود میگم عروسی خود را به قسمی میگیرم من مسلمان هستم عزاداری ما به قسمی است که من مسلمان هستم تمام مسائل زندگی خود سیاست خود اقتصاد خود نظام اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاصه کل برنامه زندگی تو مسلمان چی گونه هست؟ چرا؟ چون که تو مسلمانی شما از زندگی من خبر ندارین و ما از زندگی شخصی شما خبر ندارم ولی رو متوجه باشین الله سبحانه و تعالی از زندگی همه من و شما آگاه هست آیا لباست رفت آمدت معاملات نشست و برخواست عروسیت برخورد تو با خانواده بر برخورد تو با پدر برخورد تو با مادر برخورد تو با خانمت برخورد تو با اولادات نمایندگی از ایمانت میکنه تو مسلمانی بیشتر جناب در ویدادت به موضوع اشاره که دین تخفیف را نمیپذیره دین نمی نمیپذیره که یک نفر مسلمان در نماز خواندن مسلمان باشد اما در عروسی با اسلام را فراموش بکند در روزه گرفتن مسلمان باشد ولی وقتی که اروسی فرزندش از دخترش و از پسرش میشد با یادش بره من مسلمان هستم در اقتصاد خود یادش بره که من مسلمان هستم در سیاستش یادش بره من مسلمان هستم تکلیف با خودتون معلوم بکنین من و شما کی هستیم خودت از هست. خودت سوال بکو و خودت هم جوابش بگوی الله سبحانه و تعالی و همه من و شما توفیق عمل نصیب بکند اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته